مؤسسه ام ابیها در شهر مقدس کربلا خبر داد مشروح بیانات آیت الله العظمی شیرازی در شام غریبان 1442 در 5000 نسخه چاپ و منتشر شده است. این کتاب با عنوان اطلاع به دین به معنای دستکاری در دین به زبان عربی منتشر شده است. کتاب مذکور توسط علا کاظمی و به همت مؤسسه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به زبان عربی ترجمه و برای چاپ آماده شده است. سنی های تندروی داعش با انتشار یک بیانیه رسمی مسئولیت انفجار در کابل را بر عهده گرفتند. این انفجار صبح روز دوشنبه در مقابل سفارت روسیه در کابل رخ داد و جان دو دیپلمات روسی را گرفت. رسانه های محلی از زخمی و کشته شدن 20 نفر در این انفجار خبر دادند. افتتاح یک مسجد بومگردی و مرکز اسلامی جدید در شهر سیساک کرواسی برای پنجشنبه 8 سپتامبر برنامه ریزی شده است. این مراسم رسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیپلمات‌ها برگزار می شود. این سومین مرکز مذهبی بزرگ پس از زاگرب و ریچکا برای مسلمانان در کشور کرواسی خواهد بود. انتظار می رود این مرکز به بیش از 4000 نفر خدمات دهد. ریشه جامعه مسلمان کرواسی به سال 1968 برمی‌گردد. منابع امنیتی سوری از هلاکت یک تروریست برجسته داعشی در عملیات نیروهای امنیتی این کشور در حومه درعا خبر دادند. یک منبع امنیتی سوری در این باره اعلام کرد مقامات امنیتی ذی‌سلاح با انجام یک عملیات ویژه تروریست محمد عیاد عبدالرزاق ملقب به ابو قاسم عقرباوی را در حومه درعا به هلاکت رساندند. ایرلند به خاطر رعایت نشدن حقوق کودکان در شبکه اجتماعی اینستاگرام این شبکه را جریمه کرد. خبرگزاری فرانس 24 گزارش داد کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند اعلام کرد اینستاگرام به دلیل نقض مقررات مربوط به مدیریت داده های کودکان به میزان بی سابقه 405 میلیون یورو معادل 402 میلیون دلار جریمه کرده است.